صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که در هر ساعت یک زن در افغانستان به دلیل عوارض بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی گفته که مرگ‌ها با مراقبت‌های قابلی، قابله‌های ماهر، قابل پیشگیری است. این نهاد افزوده که افغانستان از دیرزمان به این سو دارای یکی از بالاترین میزان مرگ و میر مادران در جهان است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در این حال میگوید که افغانستان نیاز فوری به 18,000 قابله آموزش دیده دارد تا تقاضاها در این زمینه را برآورده کند. این نهاد گفته است در صورتی که کمبود این تعداد قابل جبران نشود، زندگی زنان زیادی به خطر می‌افتد و بنیه بدنی آنان به شدت تضعیف می‌شود. این در حالی است که در 25 تیر سال جاری، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان نیز گفته بود که 1/3 زنان باردار در افغانستان در خارج از مرکز بهداشتی زایمان می‌کنند. از دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر مصباح، سلام و عرض ادب. آقای دکتر، نظر شما در رابطه با خبر تأثر برانگیز صندوق جمعیت سازمان ملل مبنی بر اینکه هر ساعت یک زن به دلیل عوارض بارداری و زایمان در افغانستان میمیره چیه؟ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. گزارشی که ما فرمودیم از گزارشات سلامت صندوق جمعیت سازمان ملل یک گزارش بسیار وحشتناک هست که در هر ساعت یک زن در افغانستان بنابر عوارض بارداری و زایمان جان خودش از دست بده. این گزارش باید تمام مجامع زیرفت را به آن معطوف بداره ذهنشان و متوجه بسازه که این یک خبر است از تراژدی، از یک فاجعه در سطح یک مملکت. این نشان میدهد وقت در هر ساعت در سطح یک مملکت یک مادر، یک زن جان خودش را از دست میدهد، یعنی این تعداد زیادی از زنان دسترسی مطلق به درمان ندارد. معناش خنده که دسترسی نداشتن به درمان چند تا مؤلفه داره. یکی از مؤلفاتش این است که خب یا کادر درمان وجود نداره به اندازه کافی، یا دارو وجود نداره، یا نهاد درمانی وجود نداره. به هر صورت این یک مشکل بسیار عمده هست. اگرچه امارت اسلامی طالبان آموزش 2 ساله قابلگی را ممنوع نکرده است، ولی خب انگیزه برای فراگیری این آموزش هم در سطح نازل قرار دارد و هم از طرف دیگر نهادهای تعداد زیادی از قابله ها، تعداد زیادی از کادر درمان و کادر پزشکی، تعداد زیادی از متخصصان زنان و زایمان در این 3 سال اخیر متاسفانه افغانستان را ترک کردند و به دیار هجرت پیوستند. این یکی از عوامل هست. خب زمین عوامل مختلف دیگر هم ممکن داشته باشد. این عوامل من ذکر کردم از عوامل بسیار محرز و مشخص هست که نهادهای زیربط در این خصوص پاپیش بگذارن و اقدام بکنن برای جلوگیری از این فاجعه. آخر در سطح یک مملکت وقتی در هر ساعت یک مادر، یک زن جان خودش از دست میده، خب آیا مجامع مسئول در این ارتباط احساس مسئولیت نمی کنند؟ باید احساس مسئولیت بکنند، چه نهادهای داخلی باشد، چه نهادهای خارجی باشد. خب این یک قضیه بسیار مهم و سرنوشت ساز هست. اگر وقتی میگیم صندوق سازمان ملل میگه که صندوق جمعی سازمان ملل میگه که برای افغانستان 18,000 قابل نیاز هست، یعنی در هر ولایت افغانستان به صورت میانگی 500 قابله کمبود وجود داره. خب این یک فاجعه است، در حالی که در گذشته چنین چیزی وجود نداشته است. بله، تشکر میکنم از شما. با تشکر از دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.